منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست همراه ما هستند. آقای سهرابی خوش اومدید. گزارش ها نشون میده که در اکثر مناطق ایران بارندگی و ذخیره آب سطح‌ها کاهش شدیدی داشته. با توجه به گزارش ها درباره میزان بارش در ماه‌های آینده، وضعیت تامین آب شرب شهرهای ایران را اصلا چگونه پیش بینی میکنید؟ درود بر شما. ایران شرایط اقلیمی متفاوتی داره، یعنی ما نمیتونیم پهنه ایران رو یکسان در نظر بگیریم. همچنان که در گزارش شما هم بود، مثلا در سیستان، بلوچستان، در خراسان، در بسیاری از مناطق شرایط طوری هست و در مناطق دیگری مثل گیلان و مازندران و استانهای دیگر شرایط به گونه دیگه است. اما ما سال گذشته و در کل خدمت عرض کنم برای ایران، ما یک سال خشکی رو داشتیم، یعنی خشکسالی هواشناسی، کشاورزی و هیدرولوژی رو داشتیم. در ابتدای سال آبی جدید در پاییز هم ما شاهد خشکسالی هواشناسی هستیم، یعنی میزان بارش کمتر از میانگین دراز مدت هست و در رابطه با زراعت دیم هم در بسیاری از مناطق کشور خشکسالی کشاورزی هم داریم. اما مدل ها به ما میگن که در زمستان بارندگی نرمال رو خواهیم داشت و این میتونه کمک بکنه تا حدودی که نگرانی ها نسبت به آب شرب کاهش پیدا بکنه. ولی خب در رابطه با آب شرب که در صحبت های شما هم بود، مسئله یکم متفاوت هست. ببینید، در ایران مشکل اساسی آب شرب مربوط به شبکه‌های آبرسانی هست که در بعضی از مناطق و در بعضی از روستاها ما اصولاً شبکه آبرسانی نداریم و در مناطق دیگری که شبکه آبرسانی هست، شبکه‌ها فرسوده هستند، نشتی آب بسیار زیادی رو داریم. صحبت از این میشه که میانگین حدود 30% ما نشتی آب داریم و در رابطه با کیفیت آب هم با مشکل مواجه هستیم که این دیگه ربطی به بارندگی‌ها ندارد. ما در نظر بگیریم که کمترین حجم برداشت آب در ایران در رابطه با شرب هست، هرچند که این قضیه نسبت به کشورهای دیگه هم باز متفاوت هست، میانگین ما بیشتر هست. اما در رابطه با کشاورزی یکم قضیه متفاوت هست. بارش هایی که در بهار صورت میگیره میتونه تاثیرگذار باشه بر روند خشکسالی و کشاورزی که ما در سال بعد شاهدش خواهیم بود. بله، پس شما دارین اشاره میکنین که مشکل خیلی هم به بارش ربط نداره، حداقل در مورد آب شرب خیلی ربط نداره. رئیس مرکز خشکسالی سازمان هواشناسی گفته بود که کشور امسال از یک دوره خشک به دوره خشکتر هم وارد میشه. خب در حال با توجه به اینکه بارش خب کمتر هم میشه، عوارض این خشکسالی پیش رو چیست و چه اقدامات فوری واقعا برای مقابله با عوارض بحران منابع آب اصلا ضروری است و میشه انجام داد؟ به این خدمت رو عرض کردم که مشکل آب شرب در ایران مربوط به شبکه‌های آبرسانی است و نباید فراموش کرد که سرانه مصرف آب در ایران هم بالاست. در شبانه روز حدود میانگین 250 لیتر ما مصرف داریم، در حالی که در کشوری مانند آلمان و هلند که کشورهای مرطوب و نیمه مرطوبی هستند حدود 130 لیتر میانگین مصرفشون هست، یعنی میانگین مصرف ما بالاست. اما در رابطه با قضیه که شما اشاره کردید، مسئله آب در ایران بیشتر در بخش کشاورزی هست که مشکل ساز هست و در کشاورزی ما میزان آبیاری هامون بسیار زیاده. تعداد دفعات آبیاری در باغات و در مزارع گاهن بیش از حد لازم هست. نباید فراموش بکنیم وقتی که تعداد آبیاری ها بیشتر میشه، شرایط برای حمله ور شدن آفت و بیماری ها هم خواهد بود. پس ما در کوتاه مدت میتونیم تعداد دفعات آبیاری رو کم بکنیم و فواصل آبیاری رو بیشتر بکنیم. ببینید، گیاهان لازم نیست همیشه مرطوب باشن و آب در اختیارشون قرار بگیره. فقط یک دوره‌هایی هست که در اون دوره‌ها نیاز هست که آب کافی در اختیار داشته باشن. پس ما باید اینو از امسال شروع بکنیم که یک تحولی رو در بخش کشاورزی ایجاد بکنیم. شما در نظر بگیرید اگر 10% آب در کشاورزی بتونیم کمتر برداشت بکنیم، میتونیم به کل معضل آب شرب ایران رو حل بکنیم و این هم شدنی هست با همین وضعیتی که داریم. در میان مدت و در دراز مدت هم ما باید حتما وضعیت کشاورزیمون رو تغییر بدیم. یک جراحی اساسی لازم داره که الگوهای کش باید تغییر بکنن، مدیریت منابع آب توسط حوزه‌های آبریز باید صورت بگیره و در اونجا هست که باید الگوهای کش رو تعیین کرد برای مناطقی که هستن در اون حوزه. متشکرم از شما.